درود بر شما به این برنامه خوش آمدید. قبل از آغاز کردن به محتویات این برنامه، لطفاً برای حفاظت از خودتان، خانوادیتان و اطرافیانتان کرونا را جدی بگیرین تا مصاب به این بیماری نشین. اگر شما مصاب شوین میتونین انتقال دهنده خوبی برای این ویروس باشین و در عین زمان خانوادیتان را، اطرافیانتان را مصاب بسازین برای پیشگیری از این مورد. گزینه‌های خیلی خوبی وجود داره. دستانتان را با آب و صابون بشوین، همچنان میتونین از مایع ضد عفونی هم استفاده کنین. اینها راههایی است برای جلوگیری از مصاب نشدن به کرونا. هر قدر دستایتان را بیشتر بشوین، همقدر مسئول خواهید بود. در ادامه، رئیس جمهور غنی برای حل بحران سیاسی ریاست و مدیریت روند صلح را به عبدالله پیشنهاد کرده. آقای عبدالله موقف برابر با معاون رئیس جمهور خواهد داشت و روی شیوه تصمیم گیری بودجه و امنیت وی امنیت هم با وی آقای غنی بحث و صحبت خواهد کرد. این از جمله صلاحیت هایش است. همچنان آقای عبدالله میتونه که فهرستی از یاران مطرحش را برای شمولیت در کابینه به آقای غنی بسپاره و بیدلیل وزیران مربوط به آقای عبدالله هم برکنار نخواهد شد. این از مواردی است که آقای غنی وعده سپرده به آقای عبدالله در نشستی که دیشب نمایندگان مردم با رئیس جمهور غنی داشتند. اما رئیس اجرایی قبلی آقای عبدالله و رئیس جمهور خودخوانده آنچه که عنوان میشن نقش اجرایی در حکومت میخواین. پرسشی که حالا به میان میایه، حکومت به کدام طرف روان هست؟ نظام سیاسی افغانستان به کدام طرف روان هست؟ آیا به این زودی ها خواهیم توانست که این تنش را حداقل میزان کاهشش را در افغانستان شاهد باشیم؟ اگر وضعیت همچنان ادامه پیدا کنه، شهروندان افغانستان چقدر متضرر خواهند شد و آینده سیاسی افغانستان واقعا چگونه ترسیم خواهد شد؟ پس از گزارش روی همین صحبت خواهیم کرد. نشست اعضای مجلس با رئیس جمهور غنی برای میانجیگری بین او و عبدالله. رئیس جمهور غنی پیشنهادش را برای آقای عبدالله اینجا اعلام میکند: ریاست و مدیریت روند صلح موازی با موقف معاون رئیس جمهور. که ده بحران مدیریت غواړی دا په دوه سره حکومت باندې نه کیږي. موضوعی را که ما پیشنهاد میکنم که شما هم رئیس دکتر صاحب عبدالله بنت جبرسین، مدیریت و زعامت پروسه صلح است. رئیس جمهور غنی میگوید برای چهره های مطرح همسو با عبدالله در کابینه هم سهم میدهد، با این تضمین که بی دلیل و بی سند آنها را هیچگاهی برکنار نخواهد کرد. هر وزیری که می از هر آدرسی که می یک روز که در کابینه افغانستان آمد به حیث یک کابینه متحد کار کنند، با اولوسی جرگه حساب بدن، به ملت افغانستان حساب بدن، من حساب شما را قبول دارم. پیشنهادهای رئیس جمهور غنی از سوی عبدالله پذیرفتنی نیست، چرا که آقای عبدالله نقش اجرایی و معادل نخست وزیر می خواهد. ملاقات با دکتر عبدالله خیلی خوب بود و ملاقات که دیشب با رئیس جمهور یا دکتر اشرف غنی داشتیم متاسفانه ناامید کننده بود و اونا هیچ گونه تمایلی مبنی بر حل معضل سیاسی یا بحران سیاسی به وجود آمده از خودشان نشان ندادند. سیاستگران میگویند تا کنون دو طرف به هیچ توافق دست نیافتند. دکتر صاحب عبدالله خو په دې تب و تلاش کیدی چې بیرته یو ریاست اجرایه جور سی او هغه وسی. تداوم تنش انتخاباتی به عنوان مانع بزرگی بر سر رفتن بر مذاکرات مؤثری با طالبان است. سیاستگران به رهبری حامد کرزی، عبدالرسول سیاف، یونس قانونی و گلبودین حکمتیار سعی دارند تا حل بحران سیاسی مانع معرفی اعضای کابینه از سوی رئیس جمهور غنی شوند. میانجیگری هایی که تا کنون نتیجه در پی نداشته است. من بیژن آریان هستم، میزبان این برنامه، و جنابان علی اکبر جمشیدی عضو مجلس نمایندگان
و جارالله منصوری عضو پیشین کابینه هم هر دو بزرگوار از کابل روی خط تصویر با ما وصل هستند. درود بر شما، خسته نباشین. بین جمشیدی صاحب بحث را با شما آغاز کنیم. دیشب چه گذشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما و دیدن شما و مردم شریف افغانستان سلام و احترامات خود را تقدیم می کنم. طوری که شما در جریان هستید، طبیعتا وکلای بلوچی جرخه افغانستان بخششان در تکیه آباد دولت ها خواهد کردن، بخششان هم در تکیه خب زمانی که دو مراسم تحلیل انجام شد و کشور به بحران سیاسی مواجه شد، وکلای ولایت جرگه چه کسانی که از دولت ها حمایت کرده بودند و چه وکلایی که از ثبات همگرایی، همه ایشان نگرانی شدیدی پیدا کردند. لذا مطرح شد که باید ولایت جرگه افغانستان نقش و تاثیرگذاری خود را در راستای حل بحرانی که وجود آمده از اثر انتخابات ایفا بکند. به همون خاطر یک هیئت تعیین شد و این هیئت از هر ولایتی یک نفر به شمول هیئت اداری تحت ریاست رئیس ولایت جرگه افغانستان. اولین ملاقات با آقای مجید صورت گرفت، ملاقات دوم روز بعدش با جناب دکتر سید عبدالله و دیشب هم ملاقات سوم با جناب دکتر سید اصغری در ارگ ریاست جمهوری ملاقات صورت گرفت. دکتر عبدالله صحبتهای خیلی خوب بودند و برای وکلای مردم افغانستان مطابق خواستشان صلاحیت دادند که شما از تصمیمی که در باره ما بگیریم ما قبول داریم. اما هر تصمیمی دکتر سید اصغری صحبت دیشب چیز جدیدی نبود و همون مسائل را مطرح کردن که قبل از مراسم تحلیل و بعد از مراسم تحلیل اینا دائما را گفته بودن و پیشنهاد کرده بودن که شما هم در گزارشتان اشاره کردیم. وکلای مردم افغانستان میخواستن که نظرات دو طرف را بشنود، ببینه و زمانی که هر دو طرف یک اختیار نسبی یا اختیار تام برای وکلای مردم در ولایت جرگه بدهد، آنگاه ولایت جرگه افغانستان روی یک طرحی که قابل قبول برای همه مردم افغانستان و طرفین باشد کار بکنن. اگر صلاحیت بتن. اما شما گفتین، آقای عبدالله گفت که هر تصمیمی که شما گرفتین. دقیقا ببینید، در ملاقاتی که ما با دکتر سید عبدالله داشتیم، در بخشی از صحبت ها آمده بود در ختم جلسه و کلام مطرح کردن که جناب دکتر سید عبدالله شما برای وکلای مردم افغانستان برای ولایت جرگه یا هیئت ولایت جرگه صلاحیت یا اختیار میدین یا خیر؟ دکتر سید عبدالله برای بار دوم پشت تلفن رفتن و گفتن که ما اختیار و صلاحیت را برای ولایت جرگه افغانستان میدهیم و اونا به شرطی که یک تصمیم منصفانه بگیرد. خب پس اینجا شرط گذاشتن، اگر تصمیم منصفانه بگیرین. خب تصمیم منصفانه، اما در کل اختیار دادن که هر تصمیمی که شما بگیرید ما قبول داریم. خب ما انتظار داشتیم که دکتر سید اصغری هم همین پیشامد را با هیئت ولایت جرگه داشته باشه و بعد ولایت جرگه روی سر خود کار بکنه. اما صحبتهایی که ما دیشب از رئیس جمهور اصغری از دکتر سید اصغری شنیدیم تقریبا ناامید کننده بود و اونا در چه مواردی جدیدی برای گفتن نداشت. همون موضوعات را مطرح کردن که قبلا گفته بود و او بار از طرف تیم دکتر عبدالله رد شده بود و مورد قبول، یعنی طرح آقای عبدالله به خاطر سهم شدن در حکومت رد شد از طرفشان. ببینید که همون خدمه که شما در گزارش اشاره کردیم، آقای اصغری هر کسانی بود که ما ریاست اجرایی یا سفر اعظم اجرایی را قبول نداریم.
ما با دکتر سید عبدالله موضوع ریاست شورای عالی صلح را پیشنهاد میکنیم و اونا در رأس شورای عالی صلح باشن، اما تصمیم گیرنده نهایی خودم به عنوان رئیس جمهوری افغانستان میباشم. پس در این میان آقای عبدالله چه کاره خود بودن؟ خب این قبلا باربار از طرف آقای دکتر عبدالله رد شده بود و مورد قبول قرار نگرفته بود. بنابراین وکلای مردم افغانستان یا هیئت بسیجه ناامیدانه از نزد دکتر سید افغانستانی برآمدند. و پس موردی را که قبلا من مطرح کردم جناب جمشیدی، طرح تقسیم قدرت میان آقایان عبدالله و غنی از طرف رئیس جمهور افغانستان رد شد. ببینید طرح خمالا یا طرح تقسیم قدرت یا هر مسئله که شما میگید، هدف این که بیلن بی ما بخواهیم نخواهیم بحران سیاسی به وجود آمدن. ما بیلن باید مشکل بسیار سیاسی مواجه هستیم و این مشکل باید حل شود. اما یک طرف قضیه حاضر به حل قضیه هست و یک طرف مسئله که هر ریاست جمهوری باشه حاضر نیست و قبول نداره که بر اساس یک توافق سیاسی این بنبست شکستانده شود. سوال جدی که مطرح میشه نیست که آیا مشکلی در انتخابات افغانستان وجود داشته یا نداشته؟ خب بحث انتخابات را اگر کنار بگذاریم، سوال اساسی من اینجا بود که حالا طرح دقیقا رد شده، طرح تقسیم قدرت آنچه که عنوان شد و دلیل این که صدر اعظم 60% کابینه را صلاحیت خواهد داشت، رئیس جمهور 40% را و سایر صحبت ها هم در زمینه وجود داره. بیشتر صحبت میکنیم با شما جمشیدی صاحب، اما خسته نباشین منصوری صاحب، شما هم سوالی که مطرح میشه رد طرح تقسیم قدرت از طرف آقای غنی، آنچه که آقای عبدالله سهیم نخواهند بود در حکومت، به عنوان معاونشان صلاحیت خواهند داشت و در کنارش میتونن در شورای عالی صلح در رأسش قرار بگیرن، این چه پیام میرسانه؟ منصوری صاحب صدای مرد دارین؟ صدایتان دارم. هلو منصوری صاحب، یک بار دیگر میخوایم سوال ما تکرار کنم، که رد طرح تقسیم قدرت با عبدالله از سوی رئیس جمهور غنی چه پیامی را میتونه بدون بال داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام خدمت شما و بیننده های عزیز تلویزیون شما. من صدای جناب منصوری ندارم. سلام را دارین؟ بفرمایید. سلام خدمت شما و بیننده های عزیز تلویزیون شما. نخست از همه میخواییم از پارلمان افغانستان تشکر بکنم، از وکلای مردم افغانستان که در این قضیه به تفاوت نماندن و بالاخره امون نقش میانجیگری دارن ایفا میکنن. نگرانی مردم افغانستانی بود که پارلمان افغانستان در این معضل سیاسی پیش آمده به تفاوت مانده و این هم شاید نتیجه از این باشه که تعدادی از وکلا از یک تکت انتخاباتی دیگر تعدادی دیگر از تکت انتخاباتی دیگر. ولی به هر صورت رفتن این وکلا به نزد دکتر سیب عبدالله و نزد دکتر سیب اشرف غنی بالاخره هم سکوت پارلمانی را شکستان و نشان داد که وکلا در این قضیه به تفاوت نیستن و بخواهد حل قضایای ملی کوشش میکنن. از این ناحیه به عنوان یک شهروند عادی از تمام وکلا و رئیس پارلمان افغانستان اظهار سپاس و تشکری میکنیم. اما رد تقسیم قدرت چیزی را که من جناب جمشیدی صاحب شنیدم، اگر درست شنیده باشم، گفتن که به شخص جناب دکتر صاحب عبدالله عادت شورای عالی صلح پیشنهاد شده یک موضوع و موضوع دیگه لیستی از طرفداران جناب دکتر سیب داده شده که در کابینه در بستهای وزارتخانه ها و بستهای کلیدی از طرف رئیس اشرف جمهور گماشته شوند. او هم یاران مطرحش. من نظر من است که ردی که از طرف دکتر سیب اشرف غنی صورت گرفته، این رد مشارکت در قدرت نیست.
رد تشکیل یک حکومت فراگیر و همه شمول نیست. میکنم رد دکتر اشرف غنی رد نسخه حکومت وحدت ملی است. تکرار نسخه حکومت ملی هیچ پیامدی جز شبیه پیامدهای 5 سال گذشته دیگر چیزی نداره. بنام بهتیست که نسخه حکومت وحدت ملی کار نشوه. اما جابجایی کادرها و جابجایی هواداران و اعضای تکت انتخاباتی دکتر عبدالله مشارکت در قدرت سیاسی و ساختن یک حکومت فراگیر و همشمول این پیشنهاد بدی نیست. یک نسخه خوبی هست که هم طرف دکتر عبدالله خود را در حکومت ببینن و هم تمام جناهای دیگر در حکومت خود را ببینن. و هم آقای عبدالله خود را رئیس جمهور میخوانن، رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان بخوانن. حال دکتر سیب عبدالله و تیم دکتر سیب عبدالله خواهان نقش مشارکت هستند در حکومت، خواهان اجرایی هستند در حکومت. اگر این حق را دارن یا خیر؟ نه، به اساس قانون اساسی نه، به اساس خواستم افغانستان. مردم افغانستان یک حکومتی به اصطلاح خود مردم یک حکومتی دوسره دوباره نمیخوان. مردم افغانستان یک حکومتی فراقانونی را دوباره نمیخوان. حکومتی وحدت ملی به اساس قانون اساسی نیامده بود، به اساس یک موافقه سیاسی یا توافق سیاسی آمده بود. مردم افغانستان دیگر نمیخوان شاهدی اوتور یک حکومتی باشند که کشمکش های در اون حکومتی تمامی فرصت ها را از بین ببره و کشمکش های در اون حکومتی باعثی ازی شوه که افسر شوه، ناامنی ها بیشتر شوه و بالاخره کشمکش های در اون حکومتی باعثی امو بازی ملامت شوه که یک جانب دیگه جانب ملامت کنه و جانب دیگه جانب ملامت کنه. پس این پیشنهادی را که آقای غنی کرده، این پیشنهاد آقای غنی میتونه به میزان تنش ها و چالش ها بیفزایه یا بکاهه؟ نه، فعلا موضوع دو تا موضوع مطرح است. اول موضوع مطرح است که در این شرایط حساسی که ما قرار داریم که پروسه صلح پیش روی ماست و این شرایط حساسی که شما هم در آغاز برنامه مردم تشویق کردین به مبارزه با وایروس کرونا و مسئولیت از وایروس کرونا، بنان اگر ما وایروس کرونا را و این وبای آمده را جدی نمیگیریم و به خاطر ازی هم مانند صلح وحدت پارچگی خود حفظ نمی کنیم و در غم ملت خود نمی شویم، این بی تفاوتی را در برابر ملت افغانستان و سرنوشت ملت افغانستان نشان می ده. کی باید پس انعطاف نشان بده؟ جناب منصوری، کی باید انعطاف نشان بده با همین دو مورد؟ نه، به نظر من دو تا موضوع در اینجا پیش آمده است که بالاخره یکی از این طرف های انتخاباتی، یکی باید به خاطر ملت انعطاف نشان بدن، از یک طرف قربانی بدن و قربانی اینها را ملت افغانستان فراموش نمیکنه. هر کسی که به خاطر تامین صلح سرتاسری و با عزت و پایدار قربانی بوده، هر کسی که از این دو طرف به خاطر مسئولیت مردم از این وبای پیش آمده قربانی بوده، نامی از او آدم در قلب های ملت، در افکار ملت، در اوراق تاریخ یادگار میمانه. از یکی خو این موضوع. موضوع دوم این است که نباید نسخه حکومت وحدت ملی تکرار شود. بنان میتونن دکتر سیب عبدالله یاران خود، اطرافیان خود، اعضای تیم خود معرفی بکنن به وزارتخانه ها، سر وزارتخانه ها بحث بکنن، وزارتخانه های کلیدی را بگیرن، بس روی رأس قدرت از جناب منصوری. اونا پست اجرایی میخواین یا بس صدر اعظمی را؟ آنچه را که آقای غنی هم چندی قبل مطرح کردن، گفتن که یک شبه ما نمیتونیم که قانون اساسی افغانستان را تعدیل کنیم، به قول تغییر بتیم. اما سوال اساسی اینجا بس روی قرار گرفتن خودشان در پست اجرایی هست. نه، قرار گرفتن خودشان در پست اجرایی خلاف قانون اساسی هست. مردم افغانستان دوام حکومت وحدت ملی را دیگر نمیخواهند. حکومت وحدت ملی در 5 سال گذشته دستاوردی نداره. حکومت وحدت ملی 5 سال گذشته حکومت وحدت ملی میرسانه که ما فقیرتر شدیم، ما ناامنتر شدیم، ما قربانی های بیشتر دادیم. بلاخره 5 سال آینده به همون منوال گذشته ادامه بتیم، دیگه ما به یک مملکتی که مملکت ارواح هست، اشباح هست، بالای از اونها حکومت میکنیم. 54% مردم افغانستان اساسی آمار یعنی حکومت پولی یک وقت غذای خود ندارن،
فقر بیداد میکنه، ناامنی ها بیداد میکنه، کرونا بیداد میکنه، طالب ها آمدن در شهرک مردم افغانستان نشستن. اگر اینا بین خود با یک توافق و تفاهم و یک راه فراقانونی را در پیش بگیرن، فقط آقای ملا هیبت الله در قندار بیاید و یک کنفرانس عمومی را دعوت بکنه، گلمی از اینا جمع است. یک دعوت کنفرانس عمومی از طرف طالبا در یک گوشه از افغانستان نظام با پرتگاه سقوط میبره. پس اساس صحبت‌های شما، آنچه را که از صحبت‌های شما میشه برداشت کرد، پس آقای عبدالله میشه اینجا انعطاف نشان بتن؟ با دو دلیل. دلیل اول است که حالا یا خوب یا خراب یا هر چی که بود، یک نهادی که به خاطر انتخابات، برگزاری انتخابات و تنظیم امور مربوط به انتخابات ایجاد شده و این صلاحیت را داره، او انتخابات یک تکی توسیقه برنده شدن داده. حال هر نمیتونه که هر دو تکی برنده انتخابات باشه. و در بعضی شرایط و بعضی وقت شرایط بعض طوری میایه که هم خدا آزمونی سخت میگیره و هم ملت آزمونی سخت میگیره. حال خوب یا خراب، کمیسیون انتخابات وثیقه برنده شدن به دکتر صاحب اشرف غنی را داده. حال امی تلخیره، امی هر چیزی که مینامن، امیر دکتر صاحب عبدالله به خاطر ملت و به خاطر بیرون از ملت همین را تحمل بکنن، اجازه بتن این فرصت را مساعد بکنن که زمینه هموار شوه به طرف صلح، مردم از این نابسامانی هایی که با او مواجه هستند بیرون شوند، زمان از این ناامنی ها و از این دشواری ها بیرون شدیم، به صلح و به آرامش رسیدیم. در اون زمان فرصت پیدا میکنیم قانون اساسی را تعدیل کنیم، فرصت پیدا میکنیم نظام از ریاستی ببریم به صدارتی. اون زمان است که هر آنچه که میخواهیم در مفاهمه توافق تطبیق بکنیم. اما حال یک شبه من موافق هستم که یک شبه نمیتونیم که نظام هم تعدیل بکنیم و قانون اساسی را هم تعدیل بکنیم. بسیار تشکر. آنچه که جمشیدی صاحب مطرح هست، ما یک شبه نمیتونیم قانون اساسی را تعدیل کنیم یا تغییرش بدیم به قول آقای منصوری، و این بار نوبت انعطاف آقای عبدالله هست. عرض کنم حضور شما که آقای منصوری صاحب درست میفرمایند، بالاخره یک راه حل باید پیدا شود. ولی راه حل بدونی شک بدون خودگذری از جانب هر دو طرف پدید نمیآید. ولی واقعیت امر این است که خب بهتر آقای منصوری یا برخی از دوستان اشاره میکنند به مقطع انتخابات یا مثلا بحثی که کمیسیون مستقل انتخابات آقای اشرف غنی را به عنوان رئیس جمهور اعلام کرده، خب این بحثا سر جای خود را هم نگی با شما میفهمید که در انتخابات که گذشته. ولی یک اصل ما باید قبول بکنیم که دیگر هم داخلی ها و هم خارجی ها هم نگی میفهمند که در انتخابات مشکل وجود داشته. و دلیل همه چی مشکل بوده که آقای دکتر عبدالله هم در کنار هر ریاست جمهوری مراسم تحلیف انجام داد و خود را به عنوان رئیس جمهوری دولت همه‌شمول اعلام کردن. این کار صورت گرفته، حالا یک راه حل باید برای این پیدا شود. اگر اما جناب منصوری میگن که نمیشه در یک نظام دو رئیس جمهور باشه. سوال اساسی یک مطرح میشه، آنچه را که بار تکرار کردن، اگر اینا حضور داشته باشن به شکلی فراقانونی یا خلاف قانون هست؟ یک. دوم این که نباید که نسخه حکومت وحدت ملی تکرار شوه و نوبت قربانی دادن هست. قانونی اساسی رو من بخواستم خدمت شما عرض بکنم که بحث قانونی اساسی است. اولا اینکه قانون اساسی یا هر قانون دیگر به خاطر رفاه و آسایش و به خاطر خوبی مردم ساخته میشه. قانون اساسی را اگر مثلا همت باشه، اراده باشه، ما میتونیم که یک راه برای پیدا بکنیم و این قانون را حساب برزودی اون را تعدیل بکنیم. یعنی حالا نیاز است که قانون اساسی تعدیل شوه؟ قانون اساسی که احترامش در افغانستان نگه داشته شده. شما میدونید که در قانون اساسی یا در قوانین نامگذاری کشور آمده که سرپرست در یک اداره فقط برای دو ماه حداکثر نقش، اما ما بیشتر از سه سال وزرا، بیشتر از پنج سال وزرای سرپرست داشتیم. آیا این مطابقت میکنه با قانون اساسی؟ پس نیاز جدی میبینین به تعدیل قانون اساسی؟ ببینید در قانون اساسی
آمده که یک شخص رئیس جمهور بخاطر انتصابی و معرفی کردن نیستانه، اما قبل از پورا کردن کشتان حق یا صلاحیت از جزور ندارد. اما ما دیدیم در افغانستان نکاس صورت گیرد. بحث اینجاست که ایروز وقتی که منافع یک بخش منظورتان واضح اگر صحبت کنین، چون شما نماینده مردم هستین، اندک میخواین مردم واضح تر بشنن از شما. منظورتان چه کسی است؟ منظور شما چه کسی هست؟ منظور ما یک که هر دو کسی که هم دار طرف افغانی و هم دار طرف الله هر دوی که خود را به عنوان رئیس جمهور افغانستان اعلام کنه، اینا باید اینجور هر دویشان همت بکنه این دولت سیاسی را چه کسانه. اما قسم جاهای منصوری اشاره کردن ما با بحران ویروس کرونا مواجه هستیم، با قضیه طالبان مواجه هستیم. طالبان در زمین است، هر چه که شکاف بین اینها بین سیاسیون ما امیرتر سبب به همون پیمانه گروه طالبان نقش میبرن و به همون پیمانه اونا برای رسیدن به هدف خود که گرفتن قدرت سیاسی در افغانستان است نزدیک میشن. پس ایجاب میکنه که هم دارتر اشرفی و هم دارتر عبدالله اینا باید آقای منصوری میگن که آقای عبدالله باید این بار انعطاف نشان بده و هر کسی که انعطاف نشان بده تاریخ او را به حافظه خواهد سپرد یا به حافظه تاریخ خواهد ماند. یک مسئله. مسئله دوم این که آیا گماشتن یاران مطرح آقای عبدالله در کابینه و تضمین این که اونا را بی جهت از کابینه بیرون نخواد کرد آقای غنی از یک طرف و همزمان رهبری شورای عالی صلح را برشان زمانی که مسپارن، این موقف های کمی است؟ در قسمت جزیر که هر کس خودگذاری بکنه مردم افغانستان او را از یاد نخواهد بود، این یک واقعیت است. هر کسی که در این شرایط بحرانی از خود بگذره، از منافع شخصی خود بگذره، سیم خود را قناعت به تکنار بشنه، فکرش خود از این دولت سیاسی را بشنه، واقعا یک نوع قهرمانی خواهد بود. اما موضوع کابینه ای که دکتر غنی میگه که من اطرافیان دکتر عبدالله را به کابینه فهم میشم، خب یک بحث اساسی این است که همون به مو اندازه ای که آقای محمد اشرف غنی از حکومت وحدت ملی نظرخه حکومت وحدت ملی یا به قول مردم افغانستان از حکومت دوطرف حق داره، اعتراف داره و همون پیمانه تیم دکتر عبدالله و عبدالله خودش از شخص رئیس جمهور اعتراف دارد که اگر باید چنین توافق اینا تن در دهد، اما در طرفه همون قسمی که آقای اساسنی توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی را به ناکامی کشان و او را نادیده گرفت، بالاخره کسایی که از طرف تیم دکتر عبدالله اگر پیشنهاد شوم اینا را کمکمک از صحنه خارج میکنه و حاشیه میراند. پس یک نوع اعتمادی کامل بین دو طرف وجود داره. به همون دلیل من فکر میکنم که هم سیم دکتر عبدالله خیلی با احتیاط بشنه و بدبختانه و هم آقای دکتر اشرفی در مقابل خیلی کوتاه جمشیدی صاحب خیلی کوتاه نتیجه میانجیگریتان چی؟ ما همه قسمی که عرض کردیم خیلی کوتا حیعت مروسیدیت از پیش رئیس جمهور اشرفی ناامیدانه و همچنین پس بدون نتیجه کارتان بوده. ما هنوز نشستیم و قرار است که هیئت مروسیدیت بین خود بشینه و اینا یک تصمیمی را بگیره، بعد در هفته آینده در جلسه عمومی او را مطرح بکند با آنگاه هر تصمیمی که بسیار تشکر مطابق از او عمل برد. ناامیدانه از پیش رئیس جمهور برگشتین اما تا حال با هم ننشستین. اما پرسشی که مطرح میشه منصوری صاحب، تا دقایق دیگر میخوایم جواب شما را داشته باشم که این وضعیت به کجا می انجامه؟
در حالی که بحث صلح جریان داره، تا حال هرچند آغاز نشده و تلاشای حکومت همین هست که این بحث آغاز شود. گفتگوهای رو در رو، کرونا در کنارش و این تنش‌ها هر روز به میزانش افزوده میشه و میشه که قانون اساسی افغانستان تعدیل شود. مشکل نیست و جناب جمشیدی مطرح میکنند که در کجا امو صلابت قانون حفظ شده؟ جواب شما را به این مورد تا دقایق دیگر میخواهیم. باز میگردیم. بعدم این برنامه خوش آمدین. بفرمایید منصوری صاحب. ببینین این که صلابت قانون اساسی در کدام موقع حفظ شده و نشده، این یک موضوع است که این نقیصه ها در گذشته ها در دوران حکومت کرزی صاحب هم وجود داشته. چندین بار در او زمان هم قانون اساسی در بسا موارد نقض شده. قانون اساسی در 5 سال حکومت وحدت ملی هم نقض شده. خودی آمدن حکومت وحدت ملی روی کار خلاف قانون اساسی بود. اما اگر حالا میخواهیم قانون اساسی را تعدیل بکنیم، قانون اساسی را خلاف قانون چگونه میتونیم تعدیل بکنیم؟ قانون اساسی را ما مطابق میکانیزم های پیش بینی شده در قانون اساسی میتونیم تعدیل بکنیم که یک رکن از ارکان مهمی از او فعلا آماده نیست. او رکن ارعوق میکانیزمی که در قانون اساسی پیشنهاد شده او آماده نیست که ما قانون اساسی را تعدیل بکنیم. مشخص منظوری سای بوازی میخوایم از شما بشنوام. حالا نیاز هست قانون اساسی افغانستان تعدیل شود یا نه؟ نه نه. با چه دلیل؟ در شرایط فعلی که ما بسیار اولویت های مهم ملی دیگر داریم، نیاز به تعدیل قانون اساسی نیست. یک بحث است. بحث دیگه ایست که آیا کی میخواد که نظام ریاستی را به تغییر بکنه؟ نظام ریاستی هم خوبی ها و بدی های خود داره و نظام هم داره. آیا از مردم افغانستان سوال نمیکنین که خواهان کدام نظام هستین؟ آیا رئیس جمهور و ارگ یا هم دکتر سید عبدالله و تکی انتخاباتشان صلاحیت دارن که نحوه نظام بدون ملت افغانستان تعیین بکنن یا صلاحیت تعیین نوعیت نظام از ملت افغانستان است؟ پس حالا نشست بزرگ یا لویه جرگه برگزار شود، قانون اساسی پس میشه که ما تعدیلش کنیم. اما اگر امین بحران را حل کنه، آنچه را که آقای وکیل اشاره کردن، قانون اساسی بار بار صلابت زیر پرسش رفته، پس اینجا نیاز هست قانون اساسی تعدیل شود. اگر مشکل را حل کنه چی میگین؟ رئیس های شوراهای ولایتی شما، ولسوالی شما کجاست؟ قانون اساسی گفته که جرگه میتونه قانون اساسی را تعدیل بکنه که متشکل از اعضای ولسی جرگه، متشکل از اعضای مشران و جرگه، از رؤسای شوراهای ولایتی و رؤسای شوراهای ولسوالی هاست. حال رؤسای شوراهای ولسوالی ها که یک رکن از ارکان مهم و رکن کثیر العدد و رکن مهمتر از کجا هست که به اساس مکانیزم پیش بینی شده در قانون اساسی گرد هم جمع بیان و قانون اساسی را اینا تعدیل بکنن و این تعدیل قانونا پذیرفتنی باشه؟ همین مکانیزم را اول به وجود آوردن همین رکن از ارکان ازی خیلی وقت نیاز داره. اینطور نمیشه که یک چیزی را اساس شما باطل بگذارن. هر چیزی را که شما اساسش باطل بگذارن، فروع و شاخه های از او در آینده باطل میباشه. پس حکومت وحدت ملی تکرار خواهد شد میگین؟ پس حکومت وحدت ملی تکرار میشه. برادر، دو تا گزینه در پیش رو وجود داره که گزینه سومی نیست. گزینه سومی باز آمدن طالب روی قدرت است و این بار اگر طالب روی قدرت بیایه، باز اصلا بحثی دکتر سیب عبدالله و دکتر سیب غنی نمیمانه. ببینین، من گزینه اول نمیگم. گزینه اول همیست که دکتر سیب اشرف غنی مشارکت سیاسی رد نمیکنه و میپذیره که از یاران و همکاران دکتر سیب عبدالله بیاین در کابینه در بستهای بلند باشن و خود دکتر سیب عبدالله بروند شورای عالی صلح رهبری بکنن که این هم یک پوزیشن بلند از نگاه اجراییوی، اگر نیست از نگاه معنوی و از نگاه اعتبار ملی خیلی یک پوزیشن بلند است. اگر دکتر سیب عبدالله بتونن صلح بیارن تحت زحمت و رهبری خود، نامشان در تاریخ افغانستان یادگار میمانه. یک گزینه همیست. گزینه دومی که اگر این نمیپذیرن، گزینه دومی است که خب معاون اول ریاست جمهوری را سرپرست مقرر کنن برای 6 ماه 7 سال، برن به طرف یک انتخابات زود هنگام. برای امریکایی ها، برای اروپایی ها بگوین ما بودجه نداریم، امرالله خان صالح رئیس دولت برای 1 سال یا 6 ماه، ما در ظرف 1 سال یا 6 ماه انتخابات زود دایر میکنیم
و یک انتخابات شفاف را اندازه میکنیم که در ایدو تا بزرگوار هر کدامشان که بود. این گزینه دوم است. اگر به این گزینه دوم هم شما تن نمیتین و قبول ندارین، برن گزینه سوم همی است که طالبان میاین در یک ولایت از ولایت افغانستان کانفرانس دعوت میکنن، جرگه میخواین، مشروعیت میکنن و امریکا هم حمایتشان میکنه و بالاخره. بسیار تشکر. گزینایتان را شنیدیم منصوری صاحب. هلیکوپترهای امریکایی طالبان. گزینایتان را شنیدیم. اجازه بدید که منصوری صاحب چقدر جمشیدی صاحب با شما موافق هستند؟ آیا میتونه این گزینه هایی را که پیشنهاد کردن جناب جمشیدی منصوری صاحب مشکل را حل کنه؟ از ما یک در قسمت صحبت های جناب ناظری صاحب که در قسمت تغییر قانون اساسی شکاوتن میکانیزم تغییر قانون اساسی درست است که تماثر هایی که از طرف شورای های اونسوالی میاد، از طرف شورای ولایتی میاد و همچنین اعضای پارلمان افغانستان، این روز ما شورای اونسوالی را نداریم. اما باید داشته باشیم که ما شوراهای ولایتی را داریم و ما میتونیم که عوض شورای ولسوالی یا در بدل شورای ولسوالی ما شوراهای انکشافی در هر ولسوالی ما کار بگیریم و یک کله را تکمیل بکنیم و با او یک جرگه که تغییر قانون اساسی صورت بگیره او را دایر بکنیم. مکانیزم هایی که جناب ناصری صاحب او را برش اشاره کردن، ما البته نظر خود من است که این که آقای دکتر عبدالله و تیمش میپذیره یا نمیپذیره یک سر جای خودش باشه، ما هم خوش هستیم که یک طرف قضیه بالاخره کوتاه بیه و آقای دکتر عبدالله میپذیره و ایکاش میپذیره، ولی تا هنوز نپذیرفته و این قضیه را رد کرده و بعد همچنون با قوت تمام سر جای خود باقی است. اما جمشیدی صاحب فکر میکنین آنچه را که آقای محقق هم امروز در برگه فیسبوک خود نوشته که خبرهای جدیدی هم در راه است، چه خبر؟ آیا به همین زودی ها، هرچند ما دو ریاست جمهوری گفته میشه داریم، ما بیش از 40 وزیر خواهیم داشت در کابینه افغانستان، بیش از 380 ولسوال و اینچنین دو برابر خواهد شد؟ خب در قسمت صحبت های آقای محقق ما اشاره کنه باشه که تمارای خود در راحت ما چیز را نمیدانیم، ولی دو برداشت کرده میتونیم. برداشت اولی ما هست که شاید بر اثر خلاص های رهبرا و بزرگانی که در این مدت زیاد را بین دو طرف وساطت میکنه، شاید یک در سی این پنج ساعت یا هفتاده ساعت گذشته کلانفکرت به وجود آمده باشه در قسمت توافق یک برداشتونه. برداشت دوم است که قرار تیکت انتخاباتی صبح پنجرایی یا تیم سدیدار بالاخره از طرف ارگ ناامید شده باشه و اینا بین خود نشسته باشه، اقدام به تشکیل کابینه و مثلا معرفی والی ها و وزارتخانه و اینا بکنه. برداشت من همین دو شد، ولی به هر حال این رایحه نیست، این افغانستان را به سکوت مواجه میکنه و این خدای نخواسته یا افغانستان را تحت سیطره طالب میبره و یا اینکه با موضوعات بدتر از اون مثل تجربه و اینا نزدیک میسازه. این یک موضوعی بسیار بد و خطرناک است. باز هم تقاضای مردم افغانستان از این دو رهبر است که اینا از خودخواهیهای خود را کنار بگذارند. آقای اشرفی هم به این پافشاری نکنه که مرا کمیسیون مستقل انتخابات باید رئیس جمهور معرفی کرده. خب مرجع قانونی همین است. آقای دکتر عبدالله هم باید مصالح اوجای مردم افغانستان را باید در نظر بگیره. این از او باید از طریق گفتگو و مفاهمه باید یک رایحه از رسیده حضوری را که در راستای منافع مردم و در راستای خیر و صلاح مردم افغانستان باشه باید پیدا بکنه. آنچه را که پس شورای حراست و ثبات افغانستان، آنچه را که دقیقاً جناب ترشتوال بیان کردن، سخنگوی این شورا که حکومت مشارکت ملی قرار است به قول روی کار بیایه در حد یک طرح در حال حاضر هست، فکر میکنین که این جنبه اجرایی به خود خواد گرفت یا عملی خواد شد؟ من بهتر یادآور شدم که خط
تدریمی که هیئت جوجه وارد عمل شود، تعدادی از حضورتای افغانستان مانند آقای حافظی کرده، استاد سیاف، استاد کلیدی، آقای فاسیز، اینا مدت زیاد است که بین ارگ سفیدار و ارگ ریاست جمهوری در رفت آمد هستند که بالاخره این مشکل از طریق دکتورو حل بکنند. خوشبینی هایی که وجود داره هم من فکر میکنم که در همین پیوند بوده باشه. بسیار تشکر. منصور صاحب، بحث حکومت مشارکت ملی اینجا چقدر جا داره؟ آیا گزینه موثرتر از این نیست؟ هرچند شما موافق تکرار حکومت وحدت ملی نیستین، خب زیر هر نامی که این باشه، اما در وضعیت بحرانی کنونی جناب جمشیدی پیشنهاد میکنن که باید دو بزرگوار کنار هم بیاین، در غیر از او وضعیت بدتر از حال خواهد شد. حکومت مشارکت ملی هم که شما میسازین، در سلسله مراتب چه میکانیزمی را در نظر میگیرین؟ جایگاهی دکتر سیب اشرف غنی خوب عنوان رئیس جمهور باقی میمانه، برای دکتر سیب عبدالله چه نقش اجرایوی قائل میشوین که در سلسله مراتب بالاتر از معاونین رئیس جمهور میگنجانین یا پایانتر از معاونین رئیس جمهور جایگاه برش قائل میشین و صلاحیت های اجرایوی قائل میشین؟ یا ایست که دکتر سیب اشرف غنی به اساس یک فرمان صلاحیت های قانون اساسی ریاست جمهوری را برخی از او را به دکتر سیب عبدالله در هر پوزیشن گماشته میشه، به او تفویض میکنه و مطابق از او عمل میکنه؟ هر گزینه ای را که در پیش بگیرین، بودن هر دو در حکومت پس گزینه یا نسخه وحدت ملی را میرسانه. بهترین راه امی است که یک پوزیشن و یک جایگاهی بلند برای یکی از این بزرگوارا ساخته شود که صلاحیت های معنوی معتبر و در مسائل ملی مثل صلح نقش خود را ایفا بکنه و بزرگوار دیگر در کارهای اجرایی با در نظر داشت اما حفظ سلسله مراتب، اما چین آف کمان که یک نفر مدیر و کمانده داده می باشه، فرمانده می باشه، نمیشه که دو نفر همزمان باز در تصمیم میگیرن در یک مورد دستور صادر بکنن. منصور صاحب، حالا فکر میکنیم که چقدر مورد پذیرش پیشنهاد آقای غنی مورد پذیرش آقای عبدالله قرار بگیره در وضعیتی که وای پست اجرایی میخواید؟ شما میگین که نسخه حکومت وحدت ملی اگر تکرار شود وضعیت را به بحران میبره. آقای عبدالله چقدر تمکین خواهند کرد؟ آقای دکتر سیب عبدالله خودشان به این گپ خوب میفهمند و میدانند که صلاحیت اجرایی برای دکتر سیب عبدالله در کدام مقام. ریاست اجرایی فراقانونی هست، هر بستی را که به شیوه صدارتی یا ایجاد میکنین یا مثل ریاست اجرایی فراقانونی هست و باز هم میدانند که اگر چنین کاری هم شوه تمامی بنبست ها مشکلات گذشته تکرار میشه. حال بهتر نیست که همکار با اسمی باید شریک شوند، یک نفر حکومت بکنه. امی قانون شریعت هم امیز، قانون الهی امیز، خدا میگه که اگر در کائنات دو خدا می بود نظام کائنات برهم می خورد. در یک اقلیم دو تا رئیس جمهور نمی گنجه، در یک اقلیم دو تا فرمان روا نمی گنجه. اما آقای جمشیدی میگن اگر وضعیت به نفع طرفی نباشه بار بار قانون اساسی را پیش می کشن و این در وضعیتی است که به نفعشان اگر نباشه. پس برداشت ملت افغانستان این است که بزرگواران و این بزرگان ملت اینها شخصیت های مدبر و با بصیرت و با دانشی هستند که مثل کشمکش تنظیم ها وطن خوب قبرستان تبدیل نمی کنند. ما شاهدی از این نبودیم که تنظیم های جهادی زمانی که بر سر قدرت به توافق نرسیدند، بر سر قدرت جنگیدند، بالاخره پایتخت ما به قبرستان تبدیل نشد، افغانستان به قبرستان تبدیل نشد. حالا آیا دکتر سیب عبدالله و دکتر سیب اشرف غنی میخواین که مانند تنظیم های جهادی خدای ناخواسته یک بار دیگر افغانستان با او برهه تاریخ بر بگردانن؟ آقای منصوری، مردمی که سوال یک مطرح میشه، آیا این خواست فقط آقای عبدالله میتونه باشه؟ کدام خواست؟ همین که پست اجرایی یا صدر اعظمی و تغییر نظام تعدیل قانون اساسی در فعلا چیزی را که از آقای جمشیدی شنیدیم و چیزی را که در رسانه ها می نکاس میکنه، در شبکه های اجتماعی هم اخباری که دست به دست میشه امی هست که
دکتر سیب اشرف غنی نسخه حکومت وحدت ملی را نمیخواد و به خاطر نمیخواد که را ملت افغانستان نمیپذیره. اما آماده پذیرش مشارکت سیاسی هست، آماده از این است که یاران و همکاران دکتر سیب عبدالله قدرت سهیم بسازه. سوال ما این نبود منصوری صاحب، سوال ما چیز دیگری بود. آیا این گفتم خواست تنها آقای عبدالله میتونه باشه؟ نه آقای، من باور دارم دکتر سیب عبدالله آدم سیاستمدار با بصیرت است، به خاطر آزادی افغانستان جهاد کرده، مقاومت کرده، رنج و زحمت کشیده و بیشترین توقع هم از دکتر سیب عبدالله به خاطر همی است که در همی مرز و بوم بوده، گرسنگی، تشنگی، رنج سنگر، رنج مبارزه را دیده و حال توقعی بیشتر هم از عموم را که باز ما در 2014 این کار را کردیم بار دیگر تکرار نمی کنیم. صحبتایشون را مطمئنن شنیدید شما بار بار. 2014 میگن ما قربانی دادیم آلانی. ولی خواست حال اگر ما در این شرایط حساس و در این برهه خطرناک قرار نمی داشتیم، کرونا نمی بود، فقر نمی بود، ناامنی ها نمی بود، خب ملت می گفتن که دکتر صاحب حق داره. حال ملت میگن که یک جانب باید تنازل بکنه، یک جانب باید انعطاف بکنه به خاطر برآمدن و بیرون شدن از این گودال های بدبختی، بیچارگی و ناامنی ها، ولی توقعی بیشتر از دکتر صاحب عبدالله باز می رود. باز دکتر سیب عبدالله قربانی بده، باز به خاطر ملت قربانی بده تا در تاریخ افغانستان نامش به خط زرین نوشته شود. در غیر از او بله، این خواست دکتر سیب عبدالله نیست که ریاست اجراییه را باید بگیره. اما همین سوالی که حالا مطرح میشه، مطمئنن دزین بیننده هم همین سوال مطرح میشه که چرا همین کار را فکر میکنین که آقای غنی انجام نده تا نامشان به خط زرین نوشته شود؟ دید شما را میخواد. ببینین، من پیشترم خدمت شما عرض کردم که اول خود پیش از این که پاسخ بتم این جمله خودم میخوام تکمیل بکنم که دکتر سیب عبدالله تقریبا به نظر من آماده هر نوع قربانی هست، اما همکاران و اطرافیان دکتر سیب عبدالله بسیار قضیه را محکم گرفتن که هیچ نوع انعطاف نشان نده. یعنی اگر این بار انعطاف نشان بده، این اطرافیان و این کسانی که در تیم بودن و اعضای تیم بودن از دکتر سیب عبدالله خفه میشوند و روی میگردانند و بالاخره دکتر سیب عبدالله بالاخره از چهار طرف در یک حالت قرار گرفته که تحت فشار سختی اعضای تیم خود هم قرار داره و این قابل درک است. اما اگر صلاحیت را اعضای تیم بگذارن به خود دکتر سیب عبدالله، دکتر عبدالله آماده از این هست که این قربانی را برای ملت بده. جز قربانی هیچ راهی وجود ندارد، چون فرصت ما کاملا تمام هست، درست؟ بله، نه جز رای انعطاف و قربانی آمدیم در طرف دکتر سیب اشرف غنی. چون فرصت ما کاملا تمام است، میخوایم از جمشیدی صاحب هم داشته باشیم. راهکار جز همین چیز بوده نمیتونه. یک جمله میگم که جز راه قانون اساسی دیگر راهی برای ما وجود نداره و هر راه فراقانونی ما را به بحران میبره. بسیار تشکر آقای عبدالله. اگر انعطاف نشان بتن آقای جمشیدی، نامشان با خط زرین در تاریخ نوشته خواهد شد، اما جز تمکین به قانون اساسی و مراعات قانون اساسی افغانستان راه دیگری وجود نداره. ما فکر می‌کنم که دکتر عبدالله انعطاف زیادی در انتخابات سال 2012 نشان داد و بعد در طول دوران حکومت وحدت ملی انعطاف زیادی در مقابل دکتر حسنی از خود نشان دادند، اما این کمک نکردند وضعیت را به بهبودی وضعیت نینجامید. حالا هم که با باوری من قضیه این گونه نیست که دکتر عبدالله پاسداری به خاطر رسیدن خودش به یک منطقه دولتی میتوند، بلکه چون وقت ما تمام از جمشیدی شد، من مجبور صحبتهایتان را قطع کنیم. طرحتان راهکار چی بوده میتونه خیلی کوتاه در 30 ثانیه فقط؟ من فکر میکنم که بهترین راه حل نیست که ریاست اجرایی دوباره احیا شود، از چون ریاست اجرایی با عنوان یک عرف سیاسی تقریبا در ساختار سیاسی اداری افغانستان جا افتاده، همون کسی که دیگه اتفاق همگرایی در تشکیل خود ریاست اجرایی را آورده بود. به نظر من بهترین راه حل همین که دوباره ریاست اجرایی با یک صلاحیت های مشخص و دارای فنی ایجاد شود و این گنبد شکسته نشود. در غیر از او من فکر میکنم بسیار سخت خواهد بود که ما با یک بسیار تشکر. ممنون حضور جنابان جمشیدی و منصوری. و شما هم در این وضعیت بحرانی سیاسی کرونا را جدی بگیرین لطفاً، در غیر آن کرونا شما را جدا خواهد گرفت. ممنون از همراهیتان، تا درود دیگر، بدرود.